خوبی رو شروع کرده باشید و امروز بتونیم صحبت خوبی رو با همدیگه داشته باشیم و موضوعاتی که مد نظرمونه بتونیم ارائه بدیم و شما هم بتونید اطلاعات خوبی تو این حوزه به دست بیارید. صدای منو دارید؟ یه اعلام بکنید من متوجه بشم صدای منو دارید. صدا رو دارید. خیلی. موضوعی که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم. موضوعش در مورد اینه که ما میخوایم ببینیم که چگونه مشتریان خودمون رو مدیریت کنیم. موضوعی که امروز در موردش صحبت میکنیم صرف تا صد بحث برندسازیه. در مورد قسمت های اجرایش باهاتون صحبت نمیکنم. در مورد کلیت و مدیریت اون یه سری مطالب رو اعلام میکنیم، جزئیاتش میمونه برای کلاس ها و موقعیت های دیگه که براتون انجام میشه. نکاتی که خیلی مهمه و تأثیر گذاره تو کسب و کار ما اینه که ما بتونیم حجم مشتریامون رو افزایش بدیم، بتونیم معاملات بزرگتری داشته باشیم و فروش رو درآمد بیشتری داشته باشیم. در نتیجه یه برند، یه ساختار، یه مجموعه بزرگتر و قدرتمندتری رو بتونیم برای خودمون ایجاد. این هدف اصلی هست. صحبتایی که امروز انجام میدم در مورد مجموعه آراد برندی میده، یعنی اینکه کسی که با ما کارش رو استارت میزنه با ما آشنا میشه، این صحبتایی که میشه مال مجموعه آراد برندی. شاید برای همه این صدق نکنه یا همه به این موضوعات اعتقاد نداشته باشن، تاکید نداشته باشن. صحبتایی که کلا در این دوره آموزشی میشنوید از اون صحبت و مطرح و گفتمانی هستش که مربوط به مجموعه آراد برندی میده. این هدف، برنامه و دانشی که آراد در اختیار کسایی که با ما همکاری میکنن و دوست دارن تجارت کنن در اختیارشون میذاره. این رو هم مد نظر خودتون قرار بدید. امروز سرفصل‌های زیادی داره که من سعی میکنم خلاصه وار ولی اون بیس کلی مطلب رو براتون برسونم. همون چیزی که داره میبینیم فایده که براتون باز کردم، یعنی در مورد هدف کارتون، هدفی که دارید فعالیتتون رو شروع میکنید رو باید مشخص کنید. این که دنبال چی هستید. همه آرادی ها یا اونایی که تو مجموعه آراد هستن میدونن که مجموعه ما قصدش برندسازی و برند شدن. میخواد که ما یه برند قدرتمند برای خودمون ایجاد کنیم، ولی همه این رو متوجه نیستن و خودشون رو درگیر اون زیر ساختایی میکنن که به اون هدفی که مد نظر ما هست برندسازی به اون برسن. این درگیرشون روی زیر ساخته تا اون هدفی که برای خودشون انتخاب کرده باشن. بعضیا میگن که هدفمون اینه که افزایش بازدید سایت داشته باشیم. یکی از اون زیر ساختهایی که شما نیاز دارید تا بتونید مشتری داشته باشید و مشتریاتون افزایش بدید و همزمان اون درآمدتون بیشتر باشه و بتونید بفروشید، خب این فروش شما نیاز مشتری هم از طریق سایت داره به دست میاد. پس باید کاری کنیم که حجم مشتریای سایت ما زیاد بشه. این طبیعیه. همه هم متوجه میشن و درک میکنن. اما خیلی‌ها هدف رو میذارن کنار و هدفشون رو میذارن روی اینکه افزایش مشتریای سایت یا بازدید سایتشون رو زیاد کرده باشن، که این اشتباهه. هدف برند شدنه، هدف کسب اعتبار، هدف اینه که فروش داشته باشید. اینکه شما بتونی فروشی بفروشی و بتونی مشتریای زیادی داشته باشی و سایت‌های بیشتری به دست بیاری، این باید هدف باشه، نه زیر ساخت. از اسمش مشخص، زیر ساخت یعنی مسیری که باعث میشه شما به هدف برسید یا ابزارهایی که به شما کمک میکنه شما خیلی سریعتر از اون چیزی که فکرشو بکنید اون هدف نزدیکتر میشید. پس خیلی مهمه که ما بیایم هدف رو با ابزار اشتباه نگیریم. ابزارها معمولا تغییر میکنن اما هدفها تغییر نمیکنن، هدفها رشد میکنن. این رو مد نظر بدین. یه زمانی من وارد حوزه تجارت میشم، حوزه داخلی کار میکنم، بازار داخلی. تو تجارت داخلی که موفق میشم میام هدفمو عوض میکنم، میکنمش بازار صادرات. بعد از این مدت که موفقیتای اون رو میبینم میرم وارد حوزه بازارهای بین المللی میشم. اینجا هدف تغییر میکنه ولی هدف رو به رشد. اما ابزارا خیلی سریعتر از هدفا تغییر میکنن. یه زمانی ما برای رفتن به تهران میتونستیم از اتوبوس استفاده کنیم، از موتورسیکلت استفاده کنیم، ماشین شخصی استفاده کنیم، هواپیما استفاده کنیم. ولی یه شرایطی ایجاد میکنه که همین ابزارا نمیتونیم همش ازش استفاده کنیم. مثلا
مبحث کرونا پیش میاد، اجازه رفت و آمد جاده ای نمیده و من مجبور میشم به خاطر موقعیت جوی و شرایط محیطی از هواپیما استفاده کنم. هدفم رسیدن به تهران دیگه، این ابزاراش که تغییر میکنه. یه زمانی هم ذهن انسان ها قدرتمندتر میشه، استراتژی جدیدی رو یاد میگیرن تا اونها رو به هدفشون زودتر برسونن. مثلا ما میخواستیم یه زمانی یه خبری رو به یک دوست آشنا بدیم، خب مجبور بودیم قدیما نامه بنویسیم. بعد که تکنولوژی بیشتر میشه، تلفن میاد، خب میبینیم یه راههای بهتری هم هست. من میتونم پیامک بدم، من میتونم از فضای مجازی واتساپ استفاده کنم، من میتونم ایمیل بزنم تا اون خبری که میخوام به دوستم برسونم سریعتر برسه و جواب بدم. هدفم رسوندن ابزارش رو تغییر دادم که زودتر من رو انجام. در فضای کسب و کارم همینه، در هر جای همینه. خیلی افراد یه شغلی رو میخوان داشته باشن تا به درآمد برسن و کار کنن تو این حوزه، خب از ابزارهای مختلفی استفاده کنن. از یه فردی که داره درس میخونه هر وقت ازش بپرسی میگی برای چی داری تحصیل میکنی، میگه میخوام که کار داشته باشم، در صورتی که میدونیم هدف اصلیش از این درس خوندن و این کار داشتن اینه که به درآمد برسه. پس خیلی مهمه که ما این تکنیک‌ها و مسئله رو بشناسیم و از ابزارها رو به خودی شناسایی کنیم و هر کسی هم توی زندگی شخصی و هدفش از اون ابتدا تا الان کارها و ابزارهای مختلفی رو استفاده کرده. خب میبینیم بعضی ها رسیدن و بعضی ها نرسیدن. این نرسیدن ها به خاطر این اشتباهاتیه که توی انتخاباشون دارن. یه زمانی هدف از فروششون کسب درآمد به تنهایی نیست، معروف شدن هم براشون هدف هست. مثلا بین دو تا شغلی مثل املاکی و اینکه یک تاجر مبحث مثلا مبلمان باشه ترجیح میده مثلا املاکی 4 ماه 4 تومن براش درآمد داره، درآمد 30 تومنی داره، ترجیح میده عنوان این که من تاجر موبایل مبلم رو به خودش داشته باشه ولی درآمدش کمتر از اون املاکی باشه. پس هدفش رو میتونه این هم قرار بده. بعضی هم میگن هدفمون کسب رتبه نخست گوگل. خب میگیم هدفت از این که میخوای نفر اول گوگل باشی چیه؟ چرا این کار رو انجام میدی؟ میگه هدفم اینه که میخوام مشتری بیشتری داشته باشم. میگم خب نه، اون هدف اصلی چیه؟ مشتری بیشتر که هدف اصلی میشه. میگه خب درآمد هدف اصلی اینه. میگم خب آفر درآمد زیاد میخوام. پس این میشه هدف از کسب رتبه نخست گوگل، اینه که ابزاری باشه برای شما به هدف اصلی که درآمد. ولی افراد درگیر این ابزارها که میشن متوجه نیستن که این ابزارها لحظه به لحظه رشد پیدا میکنن، پیشرفت میکنن، تکنولوژی جدیدی میان و ما مردم نسبت به اون بی اطلاعی و خودمون رو درگیر این ابزارها میکنیم و تلاش میکنیم که یه ابزاری که مد نظرمون رو بهش برسیم. بعد یه زمانی بهش میرسیم که اون بازدهی که ازش توقع داریم دیگه نداره، چون تکنولوژی جدیدتر اومده. پس هدف یه چیز دیگه بود، ابزار رسیدن به هدف متفاوت بود و ما اشتباه اون رو انتخاب میکنیم. یه زمانی برای ثبت خاطراتمون از دوربین‌های عکاسی آنالوگ استفاده می‌کردیم. عکس می‌گرفتیم، می‌بردیم عکاسی، این رو چاپ می‌کردم و ما این رو ثبت می‌کردیم. تلاش کردیم برای رسیدن به این که یک دوربین داشته باشیم، یاد بگیریم استفاده‌اش رو اینها. بعد یه زمانی به این نتیجه رسیدیم ای بابا الان که دیگه اینها کارایی نداره. الان دوربین‌های دیجیتال اومده، یه مموری داره که این مقدار حافظه داره، می‌تونه کلی عکس اونجا رو، نیاز به چاپ کردنش نیست. خب این همه من وقت گذاشتم در برای دوره رفتم برای یک وسیله‌ای که الان اون کارهایی که میخوام رو نداره، باعث میشه که به اون هدفی که میخوام خیلی سریعتر نرسم. خیلی به این موضوع دقت کنید که استراتژی درستی توی کسب و کارتون داشته باشید. ابتدا هدفتون رو مشخص کنید، میخواید به چی برسید، تهش قراره چه اتفاقی بیفته براتون و بر اساس اون ابزارها رو بچینید. پس هدفتون باید متناسب با ابزار باشه یا برعکس، ابزارتون باید متناسب با هدفتون باشه. اگه نداریم این دوتا رو تشخیص بدیم متناسب با چی، با چه ابزاری انجام میدید، تلاش میکنید، زحمت میکشید، ولی اون تلاش رو اون هم وقتی که میذارید به هدر میره، نتیجه نمیگیرید، خسته میشید و بعد از مدتی اون کسب و کار رو میذارید کنار. پس هدف خیلی نکته بعدی، بعضی هدفشون رو افزایش مشتری میدن. میگن که ما میخوایم مشتریمون زیاد بشه. میگیم به چه دلیل؟ میگه برای فروش بیشتر. خب میگیم مشتری الان چند تا داری؟ مثلا میگه 10 تا. میگم مثلا 10 تایی که داری چند تاش میتونی بهش بفروشی؟ چند تا ازت خرید میکنن؟ میگه یک نفر. الان دو تا جواب میده. موضوع پیش میاد که ما بیایم این 10 تا رو تبدیل به 20 تا بکنیم مشتری که دو تا مشتری جواب بدیم، یا بیایم همین 10 نفر رو
رو خودمون بیشتر کار کنیم، روی فن بیان بیشتر کار کنیم، که از این 10 تا 2 نفر رو جواب بدیم کدومش بهتره. از همینجاست که استراتژی ما باید فکر کنیم که کدوم روش بهتره، کدوم ساختار بهتره. خیلی هم میگن اون چه کاریه، بیایی با 20 تا مشتری سر کله بزنی که 2 تاشو جواب بدی، همون 10 تا رو. یا اصول تجارت رو بهتر یاد میگیرم، فن بیانم رو خوب میکنم، از این 10 تا 2 تاشو جواب میدم. به این موضوع فکر کنیم، جوابشو به این خبر بدید که هر کدومتون چی مد نظرتونه، این جواب رو بعدا ازتون خواهم گرفت. این رو بدونید که افراد موفق با افراد عوام متفاوت فکر میکنن. میدونیم که عوام هستن که به فکر پسندازن. این هستش که یه زمانی یکی 500 میلیون ارث بهش میرسه، اون فرد عادی از ترس اینکه اون 500 تومن خرج نشه میره اونو تبدیل به یک ملک میکنه. ولی یه فرد تاجر، یه فرد سرمایه‌گذار میاد این 500 تومن تو دیده کارش فعالیت میکنه، 500 تومن تبدیل به 1 میلیارد میکنه. این تاجرها هستن که همیشه امید دارن، در رزق و روزی رو رو خودشون نمیبرن، استوب نمیکنن. این کارمند اینجوری نیست، ولی میگه من چه تلاش بکنم چه تلاش نکنم این 10 تومن رو آخر ماه میبینم، پس خیلی توفیق نداره، خیلی به خودم زحمت بده. بعضیا میان هدف خودشون رو افزایش فروش میذارن. افرادی هستن که میگن ما میخوایم پول بیشتری به دست بیاریم. فروش بیشتر مساوی با اینه که پول بیشتری به دست میارن، این طبیعیه. خیلی‌ها میگن فروش کمتر داشته باشیم اما سود بیشتری داشته باشیم. دیدیم خیلی از فروشگاهایی که اجناس گران قیمت دارن کم میفروشن ولی درآمدای خوبی دارن، خوب سود میکنن. ایده هم میگن بیاین زیاد بفروشیم که زیاد هم سود کن. هر دوی این روش درست، اما تو فضای خودش، تو زمان خودش. یه زمان کرونا خیلی‌ها نمیتونن بیان بیرون. مردم درآمد ندارن. کم می‌خرن ولی نفرات زیاد. یه زمانی نه مردم پول دستشونه، موقعیت خرید دارن. خب میرن اجناس گرانتری رو از فروشگاهی گرانتر تهیه می‌کنن. پس بستگی به شرایط مختلف با ابزارهای مختلفی رو استفاده کنید که نتیجه بده. هر کس با کاری هدفی داره و بر اساس اون هدف باید زیرساختش چیده بشه. مدیر موفقه که بتونه مشاوره خوب بگیره و یک زیرساخت مناسبی رو برای خودش ایجاد کنه. موضوع بعدی که مطرحه نشانه‌گیری کنید، درست به هدف بزنید. خب ما چطور بعد از اینکه هدفمون رو مشخص کردیم باید به اون هدف هم برسیم؟ به قول معروف باید اون هدف بزنیم. هدف‌ها با استراتژی‌ها متفاوتن. خیلی از افراد تصمیم می‌گیرن پولدار بشن اما اشتباه نشونگیری می‌کنن. اگه هدف‌ها و استراتژی‌ها رو با یکدیگر اشتباه بگیریم، این باعث میشه که مسیر رو هم اشتباه به جاده خاکی بزنیم و نتونیم اون هدفی که مد نظرمونه برسیم. خیلی از ما میریم مدرسه، میریم دانشگاه، کنکور میدیم، درس می‌خونیم که یه کاری پیدا کنیم و بعد از اون کار بتونیم به درآمد برسیم. ولی می‌بینیم خیلی‌ها این مسیر رو میرن و اون اتفاق براشون نمی‌افته. خب اون مسیری که رفتن اشتباه بوده که این اتفاق برای اونها نیفتاده. پس باید مسیری که انتخاب می‌کنیم مسیری باشه که تو حاشیه‌ای باشه، که تو اون حوزه‌ای باشه که ما رو به هدفمون برسونه و بتونیم به اون هدفی که مد نظرمونه دسترسی داشته باشیم. نکته بعدی که مد نظره اینه که خیلی هم اهمیت داره آینده نگر باشیم. اگه من میخوام مشتری‌ها رو برای خودم مدیریت کنم باید آینده نگر هم باشم. اینکه انتها چه کارهایی انجام دادم، سال گذشته و سال‌های گذشته‌تر چه کارهایی انجام دادم، آیا اون کارهایی که انجام دادم هدفی رو داشتم؟ نه، یه سری هدف کارهایی رو فقط همینجور رندومی انجام دادم. صحبتی که این هستش اینه که ما از همه آرادی‌ها می‌خوایم که هیچ کاری رو بدون هدف انجام ندن. هر کاری رو که میخوان شروع کنن هدف رو براش در نظر بگیرن و استراتژیش رو بر اساس همون بچینن. خیلی‌ها میگن مثلا میگم من میخوام یه فردی باشم که انرژی داشته باشم، شاد باشم. خب میگه که برای این شاد بودنم مثلا باید آهن بشورم. این شد هدف، میخوام شاد بشم. وسیله‌ای هم که برای شادی مطرحه برام اینه که آهن بشورم. خب یکی میاد میشینه تو خونه هنسفری میذاره تو گوشش گوش میکنه، یکی تو خیابون هنسفری میذاره آهنگ گوش میکنه، یکی هم میاد تو ماشینش میشینه یه ماشین آخرین مدل اون رو آهنگ رو تو خونه گوش میکنه. خب خیلی الان به نظرتون کدوم یکی شادتره، اونی که تو خونه است یا اونی که تو خیابون داره گوش میکنه یا اون توی ماشین؟ خب
خب خیلیاتون هم میگه خب ما این هزینه رو نداریم، ما این موقعیت رو نداریم که بخوایم برای خودمون همچین شرایط رو ایجاد کنیم، مثلا ماشین مدل آخرین مدل یا یه سیستم خیلی خوب خفن تو خونه داشته باشن برای گوش کردن آهن. خب هیچ وقت از خودتون نپرسیدین که چرا یه عده هرچی میخوان میتونن داشته باشن ولی یه عده ای ندارن و نمیرسن به اون چه که مد نظرش. مسلما این همون بحث هدف هاست، هدفی که انتخاب کردن نتونسته جوابگوی اون دغدغه‌هاشون بوده، هدفی که انتخاب کردن با مسیری که پیش رفتن یکی نبوده. ما تو کسب و کارمون برای اینکه مشتری‌ها رو مدیریت کنیم حتی هدف نداریم و این یه اشتباه بزرگیه. اینکه شما اصلا هدفی ندارید، استراتژی ندارید، هیچ برنامه‌ای ندارید و هر روز همینطوری یه سری کارهای انجام میدید تا ببینید چی پیش میاد. یه سری افراد میگن که تا ما تاجریم دیگه، تا گوشیمون زنگ نخوره انگیزه کار نداریم. یعنی چی؟ یعنی خود این گوشی موبایلی که شما رو هول میده برای یه فعالیتی، به شما جهت میده. شما باید فراتر از اون ابزارهایی باشید که در اختیار دارید. شما باید ابزار رو مدیریت کنید، نه اینکه برعکس اون ابزار باشه که شما رو مدیریت کنه. شما یه فرد مدیری، یه انسان ربات نیستید. این ابزارها هستن که برای شما نقش ربات رو دارن، نقش یک نیروی کمکی رو دارن. اونا فقط برای به شما کمک کنن، قرار نیست به شما جهت بدن. جهت رو شما باید پیدا کنید، شمایی که مدیر هستید. و اگه توانایی فکری و مدیریتی ندارید و بحث استراتژی رو نمیتونید هندل کنید، باید اینا رو یاد بگیرید. اگه اینا رو یاد نگیرید شکست میخورید، اگه اینا رو یاد نگیرید سرتون کلاه میره. آینده نگر باشید. یعنی چی؟ یعنی بدونید امروز کجایید و قراره به کجا برسید. یه سری برنامه برای خودتون مشخص کنید. اگه نمیتونید این برنامه رو برای خودتون چیدمان کنید، میتونید با مشاوره آرا تماس بگیرید تا اونها به شما برنامه بدن. بدون برنامه امکان نداره موفق بشید، بدون مشاوره امکان نداره به موفقیت برسید. اونایی که تو آرا موفق شدن همشون مشاوره گرفتن بدون استثنا. این یه شیوهیه که باید استفاده ازش بکنید، این یه شیوهیه که باید به تخصصش برسید. این رو واقعا مد نظرتون قرار بدید. موضوع بعدی اینه که بررسی مسیر هدف. خب ما هدف رو چیدیم، هدفمون میچینه، حجم مشتریامون هم که زیاد میشه، هدف نهاییمون هم که کسب درآمد. خب برای این کار چه برنامه ده؟ میگیم که مثلا تو شبکه‌های اجتماعی تبلیغات میکنم، تولید محتوا تو سایت هم میدم. خب قبل آیا شما مشتریاتون هم مدیریت میکنی؟ میگه یعنی چی؟ میگم یعنی در طول شبانه روز 100 نفر از سایت شما بازدید میکنه، چند نفرش خرید میکنه؟ پس مدیریت الان مطرحه. چه زمانی شما میتونید مشتری بهتون ارتباط بگیره؟ از چه روشایی برای ارتباط با مشتریتون استفاده میکنید؟ چه ابزاری دارید؟ شما مثلا میگی مشتری از طریق واتساپ با من تماس میگیره، از طریق تماس تلفنیه، از طریق ایمیل، از طریق فرمیه که تو سایت دارم و صفحه درخواستشون انجام میده. شما به عنوان مدیر یه مؤسسه این ابزارا رو ایجاد میکنید برای ارتباط مشتری با شما، برای ارتباط مشتری با سایت شما. خب این لازمه که یه مشتری با من ارتباط بگیره و اگه این ارتباط ایجاد نشه نمیتونه محصول رو از من بخره. ولی شما نیازمند مدیریت هم هستید. شما این زیر ساختار رو ایجاد میکنید، مشتری وارد سایت میشه، ببینید یه عده بدون اینکه فرم رو کامل بکنن از سایتتون خارج میشه. یه عده‌ای اصلا فرم رو میبینن، شماره تماس رو میبینن ولی بازم کامل نمیکنن و خارج میشه. ببینید میزان خروج افراد از سایت از اونایی که با شما ارتباط برقرار میکنن خیلی خیلی بیشتره. شاید 10% از این 100 نفری که میان 10%شون با شما ارتباط بگیرن، ما بقیه از سایت شما خارج میشه. چرا؟ باید این رو مدیریت کنیم که چه اتفاقی میفته که این مشتری ها این ارتباطات رو برقرار نمی کنن. خیلی ها میگن که مثلا خب این مشتری مزاحم، یعنی اشتباه اومده، من سایتم یه چیز دیگه بوده، یه چیز دیگه میخواسته. خب قبل ما میگیم 30% هم اینا مزاحم، 70% ما بقیه چرا این اتفاق میفته؟ چرا ما میگن تصمیم میکنیم مثلا میگیم چرا این یاد فرم رو پر میکنه بعد از چند روز که من باهاش تماس میگیرم این رو انکار میکنه؟ چرا مثلا امروز پر کرده، حالا من به هر علتی متاسفانه نتونستم جوابش رو بدم. بعد که میرم پیگیرش میگم سلام خانم فلانی، اونم میگه بله خودم هستم. میگم همچین فرمی همچین درخواستی؟ میگه نه من همچین کاری نکردم. برای اینکه اخلاق مشتری ها اینه که در لحظه تصمیم میگیرن،
همون لحظه اگه بودی ارتباط برقرار کردی، این امکان فروش رو براش ایجاد می‌کنی، امکان خرید رو براش ایجاد می‌کنی. به محض اینکه اون لحظه بگذره دیگه این موضوع براشون مطرح نیست. اونایی که کار تجارت رو انجام میدن این رو خیلی خوب درک میکنن، لمس میکنن که در دست ها برای این زیرساختی که ایجاد میکنید خیلی مهمه. مدیریت کردن این زیرساختی که ایجاد میکنید این خیلی اهمیته. باید بدونم که چجوری رفتار کنم که این مشتری که با این ساختار اومده سراغم ماندگار بشه. اگه بخواد اینا رو ندونه، اینا رو تشخیص نده، اینا باعث میشه ضرر کنه. ضرری که از نظر آراد مطرحه اینه که امروز میتونسته این کار رو، این خرید رو، این فروش رو انجام بده، نتونسته. فردا هزار برابر هم که بفروشه بازم جوابی ضرر دیروزش نیست. چرا؟ چون دیروز این اتفاق باید میافتاده و نیافتاده. شما سودی که دیروز میتونستی انجام بدی به خاطر این کوتاهی از دست، این میشه ضرر. میبینید بعضی از مشاقه همین خورده فروشی ها مثل سوپریا 24 ساعته بازن، میدونن که هر تای می که تعطیل باشن ضرره براشون. حتی اگه فردا یا ساعت بعدی 10 برابر فروش داشته باشن این سود براشون حساب نمیشه. خریدی که اون لحظه از دست دادن، این ضرر هیچ وقت جبران پذیر نیست. پس همیشه مطرح داشته باشید این موضوع رو که هدف مشتری، مدیریت این مشتری، چگونه این رو مدیریت کنیم، اینا همه ابزاری رو لازم داره که ما باید برای خودمون داشته باشیم. حالا ممکن این ابزار ایمیل باشه، تلفن باشه، برای اون موضوع مشتری باید این شرط رو لحاظ کنیم. موضوع بعدی ساختار تجاریه. خیلی از افراد تو کسب و کارشون اصلا ساختار ندارن و همچنین متکیان به خودشون و این یه اشتباه بزرگه. در یک مجموعه، در یک برند، اونایی که میخوان پولای خوبی به دست بیارن و برندسازی میکنن، یعنی اینکه یه کارهایی رو انجام میدن که اون کارها همیشه اکتیوه، همیشه بازاریابی انجام میدن. مثال سادهش اینه که تو ایران سایتهایی از سئو استفاده میکنن، تولید محتوا میکنن. مثلا فقط محتوا میره رو سایتش و این سایتها دارن کار میکنن. ربطی به انسان ها هم نداره. محتوا خودش رو سایت به واسطه گوگل جذب مشتری رو براش انجام میده. یعنی من یه ساختار ایجاد کردم که از طریق سایت، از طریق محتوای تولید شده، این محتوا هر روز مشتری به من ارائه میده. کسی که این روش رو بلد نباشه دچار مشکل میشه. هدف چی بود؟ هدف پول، رسیدن به پول. این پول ارتباط لازم، ارتباط با مشتری. باید بعد ارتباطی بین مشتری و من تاجر وجود داشته باشه. یه بازاریابی بشه، یه تبلیغی بشه. که اگه این تکنیک رو بلد نباشیم، این بازاریابی ها میشه بازاریابی های حضوری. من باید نیرو بگیرم، حقوق بهش بدم که این کار رو انجام بده. این بازاریابی حضوری مشکلاتی داره. چرا؟ به معنی که به مشتری، به اون بازاریاب پول ندن، این کار نمیکنه. یا بازاریابی تایمی رو کار میکنه، بقیه کار رو در میره، این فعالیت رو انجام نمیده. خب من این موضوع برام مهمه. میخوام این اشتباهات، این اتفاقات بعد برای من نیفته، یعنی از زیر کار دروها برای من اتفاق نیفته. خب این الان اهمیت داره. مشاوره میگیرم که یک مسیر دیگه ای رو استفاده کنم که این اتفاقات نیفته برای من. خیلی مهمه که شما یه ساختاری داشته باشید که این ساختار وابسته به افراد نباشه و این ساختار باشه که برای شما بفروشه، نه اون افراد. یک روشی که الان خیلی بین بیزینس من ارتباط یعنی جا افتاده اینه که دیگه خرید فروش نقدی ندارن، همه آنلاین پرداخت میکنن. شما الان مشتری زیادی هم داشته باش، ولی اگه این شرایط جدید رو که مثلا آنلاین پرداخت کردن رو براش نداشته باشی، نمیاد ازت خرید کنه، باهات ارتباط نمیگیره. پس باید ما ببینیم چه ساختاری برای مشتری الان مورد پسنده، مورد استقباله و ما اون رو استفاده کنیم تا ما بتونیم بیشتر بفروشیم. موضوع بعدی اینه که ایجاد زیرساخت‌های برندسازی. خب من متوجه شدم برای مشتری بیشتر باید برندسازی کنم. خب چه زیرساخت‌هایی برای این برندسازی نیاز داره؟ اگه می‌خواید مشتری زیاد کنید، روش‌های زیادی وجود داره. اگه بخواید مشتری رو مدیریت کنید، اونم روش‌های زیاد داره. من می‌خوام از 10 تا مشتری 5 تاش بخرم. باید برندسازی کنم، باید فن بیان یاد بگیرم. خب این فن بیان شاید 10% اون تجارت باشه.
چرا؟ یه زمانی میخوای بری بانک پول بدی، حساب باز کنی، اینها مهمه برای کارمند بانک چجوری صحبت میکنه. چرا 10% برای اهمیت داشته باشه؟ چون بانک برات اون ساختاری که اون بانک داره برات اهمیت داره. اینقدر که به فن بیان میگن به خاطر این منافع زیادی براشون داره. تاجر میدونه که ساختار میفروشه براش، اون تاجر میدونه که برند مثل ویجی کالا افراد، نیروها، انسانها براش نمیفروشن. برند مثل اسنپ اون فن بیان راننده‌اش مهم نیست، یا نوع ماشینش نیست، اون ساختار و چیدمانی که داره اونه که باعث میشه که من از ویجی کالا استفاده کنم یا من از اسنپ استفاده کنم. از اکثر افرادی که توی کسب و کارشون شکست میخورن به خاطر اینه که ساختارشون متکی میذارن به آدما، به انسانها، و این اشتباهه. نباید کسب و کار متکی به نیرو باشه، چون هر نیرو ممکنه هر لحظه به هر علتی نباشه. باید زیر ساختی که انتخاب میکنی جوری باشه که نیازمند اون افراد نباشه. چه چیزی باید داخل داشته باشه؟ اون ابزارهای تبلیغاتی. چه اتفاقی میفته که بین بانک‌های مختلف آدم میبینه یه بانک بیشتر مشتری داره؟ مگه آدم‌هاش؟ نه. اون آپشنایی که اون بانک باید داره باعث میشه که یک افرادی بیشتر برن با اون بانک فعالیت. یه سری از افراد هم هستن که شغلشون متکی به خودشون. یه روز که نباشن، یه روز که مریض باشن، درآمدشون ندارن یا درآمدشون کمتر. چرا؟ چون کارشون متکی به خودشون. تو دوران کرونا خیلی از مغازه‌ها رو دیدیم تعطیل شده بود دیگه. چرا؟ چون مغازه وابسته به خودش بوده، باید مغازه می بود تا میتونه بفروشه. ولی ما دیدیم خیلی از فروشگاه آنلاین رشد 200% داشته، چون مغازه‌شون متکی به خودشون نبود. کسب و کارهای فیزیکی وقتی ورشکست میشن این مجازی ها هستن که رشد پیدا میکنن. میبینید تو اون حوزه فلان شرکت میاد 100 تا نیرو جذب. پس این ساختار مهمه، اگه درست مشخص نکنیم دوچار شکست میشیم. ما تو آرا تاکید میکنیم هر کس متناسب با اون هدفی که داره باید زیر ساخت خودش رو بچینه. فردی میخواد وارد بازار داخلی بشه، مشتری خارجی نداره، حالا مثلا کمپانی پروفایل رو میبینه، میبینه چقدر خوشگله، چقدر شکیله، خب من اینو میخوام. خب این درست نیست، داری پولت رو، وقت تو، هزینه تو توی یه مسیری هزینه میکنی که اشتباهه. یا مثلا میگن یه فردی میخواد صادرات فعالیت کنه، میگه من انگلیسی بلد نیستم. خب اشکال نداره، ما میتونیم یه جایگزین برای این کار داشته باشیم که تو فعالیت شما هم موفق باشیم. یه چیزی مثل کمپانی پروفایل به معرف محصول و فعالیت شماست و نیاز نیست حتما خودت با مشتری ارتباط بگیری برای معرفی. باید به ازای هر مشتری یه ساختار مدیریتی بچینیم، چون همه مشتری ها متفاوتن، یه چیز ثابتی نیست. باید با هر مشتری متناسب با خودش ارتباط بگیری. موضوع بعدی که مطرحه ساختار فروش. برای موفق شدن تو برندسازی باید بدونیم که چند تا اصول مختلف داریم. گفتیم برندسازی شبیه پیتزای قسمت های مختلف داریم. یکی از قسمت های مهمش تو بحث برندسازی تبلیغات، یه قسمتیه قسمت فروشه. چگونه میکنیم بفروشیم؟ روش فروشمون چی؟ یه قسمت دیگه مشتری مداریه، چجوری میکنیم با مشتری ارتباط بگیریم؟ نحوه ارتباطاتمون چه؟ قسمتی مربوط به حمل و نقل، قسمتیش مربوط به مالیه. باید این موضوعات رو مد نظر خودمون قرار بدیم که توی فروشمون چه روش‌هایی رو قرار استفاده کنیم. موضوع بعدی چرخه فروشه. فروش چه زمانی اتفاق میفته؟ میدونیم و اعتقاد راسخ به این موضوع داریم که بازاریابی مهمترین قسمت فروشه. یه باور غلطه که بگیم باید اول محصول رو داشته باشیم بعد وارد چرخه فروش بشه. باید یه محصول تو فروشگاه باشه تا فروخته بشه. اگه اینکه ساختار نمایندگی رو بلد باشه میدونه که یه فروشگاه مبل معتبر میبینه یه مدل مبل رو میذاره، میری پسند میکنه، میگه من همین رو میخوام، میگه باشه هفته دیگه برات ارسال. نمونه رو میذاره، ثبت سفارش میکنه. اینجوری نیست که از مبل 20 دست توی فروشگاهش داشته باشه که به محض اینکه مشتری خواست همونجا بفروشه. این روش های قدیمه، روش مدرن. یک نمونه رو میذاری، ثبت سفارش رو میکنه. تازه بعضی فروشگاه هستش که اصلا نمونه رو نداره، عکس میذاره، عکس یه محصول رو میذاره، میگه هر کی اینو بخواد سفارش بده براش میکنه. دپو کردن دیگه نداره. اونایی که بیزینس بلد نیستن میگن سرمایه جور بکنیم، مواد اولیه بخریم، کالا رو تولید کنیم، حالا بازاریابی کنیم براش فروش. اینجوری جواب نمیده.
اینا هم که جواب نمیگیرن و اون دغدغه‌شون رفع نمیشه و شغلشون رو عوض میکنن، فکر میکنن مشکل در شغله. نه، مشکل در اون ساختاریه که برای کارشون انتخاب کردن. تو چرخه فروش مرحله بازاریابی نخستین مرحله، اول مشتری رو پیدا کنیم، بعد میگیم خیلی خوب مشتری پیدا کردیم، باش ارتباط میگیم. حالا که جواب دادیم میگیم چرا برای تولید کننده مشتری پیدا کنم، خودم این موضوع رو تولید میکنم، چرا کالامو بدم فلان شرکت حمل و نقل ببره، خودم چند خودرو میگیرم، کار حمل و نقل کالامو خودم انجام میدم. توی بیشتر مشاغل اینه که ابتدا دنبال مشکل میگردن، میبینیم اول میگم اینا مشکل این کار چیه، بریم اول حلش کنیم، بریم تولید کنیم، بعد بفروشیم. من اول باید ابتدا یقین پیدا بکنم که میتونم این کالا رو بفروشم، بعد سرمایه گذاری کنم برای اون کالایی که قراره توی حوزه فعالیت کنم. خیلی از آدم ها بیشتر اول میان دنبال مجوزا برای تولید کالا، اونم کالایی که هنوز نفروخته، کالایی که هنوز مشتریشو نمیشناسه، اول مجوزاشو میگیره، اول بعد میره سراغ اون فعالیتی که میخواد انجام بده، ایجاد سیرساخت برای اون چیزی که تولید نشده. موضوع بعدی تو چرخه فروش بعد از بازاریابی برقراری تماس. حالا من چگونه باید با مشتری صحبت کنم؟ با چه لحنی؟ با چه گفتمانی؟ قرار خودم صحبت کنم از کی تا کی؟ قرار نیرو بگیرم، این نیرو لازمه چه ویژگی‌هایی داشته باشه برای برقراری تماس، برای ارتباط با مشتری. نکته بعدی ارزیابی سرنخ. گفتیم اگه در تبلیغات روش‌های مختلفی داره، باید بررسی کنی ببین کدوم روش مشتری بیشتری به سمت من، یه زمان سئو، یه زمان طرح شتابه، کدوم زودتر پول میدم. من 200 تومن قراره هزینه کنم تو بحث تبلیغاتم، باید ببینم کدوم روش تبلیغاتی بیشترین درآمد رو برای من ایجاد کرده. این ماه که درآمد ایجاد شد برای من، ببینم مشتری که اومده از کدوم سمته، از سمت شبکه‌های مجازی، از سمت سایت، از کدوم روش بیشترین درآمد رو من بیام اون هزینه که میخوام برای تبلیغات انجام بدم تو همون حوزه انجام بدم، نه اینو الکی بدون برنامه تو همه حوزه‌ها پخشش کنم و هیچ نتیجه مثبتی برای خودم نباشه. وقتی می‌خواید سرمایه‌گذاری کنید توی قسمت تبلیغات، باید همه قسمت‌ها رو مدیریت کنید، سرنخ‌های قوی‌تر رو قدرتمندتر کنید که این بتونه بیشترین درآمدزایی رو برای شما داشته باشه. موضوع بعدی ارائه پیشنهاد در کسب و کار. افرادی می‌خوان یه کالایی رو بخرن، میرن توی مغازه، میگن من مثلا برند ایکس رو میخوام، فروشنده میگه نده و اون شخص خریدار خارج. این اشتباهه، چون اون فردی که وارد اومده واقعا قصد خرید داشته. ما باید پیشنهاد بدیم، باید این تکنیک رو بلد باشیم، تکنیک مذاکره رو بلد باشیم، بیایم بهش بگیم آره من یه کالایی با این ویژگی با این شرایط دارم که حتی از اونی که شما میخوای بهتره، قیمتش مناسبتره. این رو بهش پیشنهاد بدیم که اون ترغیب بشه به خرید. اینجوری نباشه که نه اینو نداریم خارج بشه. اون مشتری که قصد خرید داره و با شما ارتباط گرفته رو نباید اینقدر راحت از دستش بدیم. سوال بعدی، موضوع بعدی تو چرخه فروش پاسخ به سوالات. مشتری سوالایی می‌پرسن. هر چی ما میزان آگاهیمون بالاتر باشه، فروشمون بیشتره. اگه نتونیم پیشنهاد بدیم، اگه نتونیم به سوال مشتری جواب بدیم، این باعث میشه اون درآمد نباشه. ما باید بلد باشیم مشتری رو قانع کنیم. معیار فروش قیمت نیست که خیلی‌ها میگن قیمت هرچی پایین‌تر باشه ما می‌تونیم بفروشیم اونجا مثلا. نه، هرچی بتونیم اون دغدغه‌ای که مشتری داره برطرف کنیم، حتی حاضر میشه قیمت بیشتری برای اون کالا هم که اگه شما داشته باشیم پرداخت کنیم. باید جواب سوالش باشه تا اون قانع بشه که این خرید رو از شما انجام بده. باید اون تکنیکایی که استفاده میکنید جذاب باشه. باید تکنیکای بیشتری رو یاد بگیرید که بتونید مشتری که میاد سراغتون اون رو تبدیل به اون مشتری خریدار بکنید. البته باید یادتون باشه که این تکنیک‌ها بر اساس اینه که شما واقعا مشتری داشته باشید. یه زمانی این تکنیکایی رو به کار میبرید که اصلا جواب دغدغه‌ش نمیاد، چون اینا سلسله مراتب داره. اگه اشتباه برید شکست میخوری. اگه یه سری اشتباه بدی و کاربردی نباشه، این باعث میشه که جواب اون نباشه. موضوع بعدی افزایش اعضای مجموعه است. چه افرادی قرار به من کمک کنن؟ در رابطه با افزایش اعضای مجموعه، اگه من بخوام کسب و کارم رشد پیدا کنه، مشتریان زیاد بشه، باید یه سری نیروهایی رو جذب کنم.
اینجوری نباشه که من به تنهایی بخوام همه کارو بکنم. یه دفتری میخوام، یه شرکتی میزنم، نیروی استخدام میکنم و همینجور کارم رو گسترش میدم. نیرو به دستهای مختلفی تقسیم میشن. یه سری برای شما میفروشن، یه سری کارهای مالیتون رو انجام میدن، یه سری کارهای بازاریابیتون انجام میدن، یه سری کار تبلیغاتتون رو انجام میدن. بعضی وقتا میگه خب ما سرمایه نداریم برای این. خب میتونیم یه قسمتی از کار رو برون سپاری بدیم، یعنی بدید یه کسی یه مجموعه این کار رو برای شما انجام بدن. تو آراد هم همینجوریه. ما حدود بیش از 14,000 نیروی دورکار داریم. بخوایم 14,000 نیرو رو برای دفترمون، برای مجمعمون توی مکانی جمع کنیم، خب مکان بسیار زیاده. ما تصمیم میگیریم که 800 تا نیروی ثابت داشته باشیم. مکان داریم براش، دفتر داریم، ساختمون داریم. برای اون بیش از 14,000 نیرویی که مقطعی میخواد با من کار کنه، دیگه جایگاه نمیدم. دورکار براش فعالیت میدم. میسپارم تو خونه بشینه، ولی فعالیتی که من ازش میخوام رو انجام بده. این کار برای شما هم امکان پذیره. شما هم میتونید نیازتون رو بسنجید، استراتژیتون رو بچینید و بعد به این نتیجه برسید که آره بیام یه قسمتی از کار رو بسپاریم یک جایی انجام بده. آره این کار رو میتونه برای شما بده. ما تیمی داریم فنی که میتونه هر قسمتی از کار رو که شما نمیتونید، توانش رو ندارید، سرمایه‌اش رو ندارید، برای شما انجام بده. این اتفاق رو میتونه برای شما هندل کنه. چه کسایی برای ما سودآور؟ شما میتونید یه تیم فروش، یه تیم پشتیبانی که برون سپاری شده داشته باشه. ولی برای تیم فروشتون باید حضوری باشه. چرا؟ چون لازمه هر لحظه یه اصولی، یه دانشی رو بهش یادآوری کنیم، به روزرسانیش داشته باشه. برای تیم پشتیبانی یه کار هندلی مشخصی داره که دانشش رو داره و همون رو میتونید تو خونه انجام بده. میتونید یه دفتر پروژه‌تری رو بگیرید، چیدمان کنید و نیروی فروشتون اونجا. زمانی که به تک تک این نکاتی که بهتون میگیم اجرا بشه، برای شما سودآوری ایجاد میکنه. هر زمانی که اطلاعاتی که به انجام به صورت کلی بهتون داده میشه تو اجرا کوتاهی بشه، اون جوابگویی رو نداره. اطلاعات به صورت کلیه. ببینید من الان میگم باید نیرو بگیرید، به یک موضوع ممکنه دو تا نیرو لازم داشته باشه، یک موضوع یک کسب و کار 5 تا نیرو داشته باشه. این میشه بحث تخصصی. برای اینکه ببینید تو حوزه فعالیت شما چه نیرویی با چه تعدادی لازمه، میتونید با اساتید، با مشاوران آرا برنگی ارتباط بگیرید، وقت بذارید، تماس تلفنی داشته باشید که دقیق برای شما مشخص کنه برای فعالیت اقتصادی شما چند تا نیرو لازمه، چه تعدادش رو لازمه بیاین برون سپاری کنید، چه تعدادشون رو لازم از نزدیک در کنار خودتون داشته باشید. ما باید چه کارهایی انجام بدیم؟ گفتیم یک سری نیاز هست با مشتری ارتباط بگیرید. حالا میگید ما سرمایه نداریم، خب باید خودتون این کارو انجام بدید. بحث حسابداری مالی رو باید بدونید، آگاهی داشته باشید. یه قسمت بسیار مهمه که اگه تو این در قسمت مالی و حسابداری دانشش رو نداشته باشید، افراد کلاهبردار زیادی بودن. دیدیم که بعضی ها شماره کارت رو با تلفن شما یک مثلا میگه واریزی انجام دادم به کارتتون، پیامکش براتون اومده. با این روش که میان یک با خط شما یه حسابی باز میکنن که پیامکش بیاد، شده براتون اتفاق افتاده که پیامک یه بانک دیگه برای شما میاد. اینقدر واریز شد، اینقدر برداشت شد. چرا؟ اشتباهی شماره رو وارد کرده. ولی یه عده با قصد و غرض شماره شما رو میدن، بعد بهتون میگن که آره این مقدار براتون واریز کردن، خب پیامکش برای شما میاد. شما هم که اون لحظه دقت ندارید، نمی‌کنید واقعا همینه و همین اتفاق افتاده، و بعد که میرین چک میکنید میبینید این اتفاق نیفتاده و اون واریزی انجام نشد. باید این تکنیک‌ها رو یاد بگیرید، باید اینا رو آموزش ببینید تا این اتفاقات برای شما نیفته. ثبت سفارش ارسال کارا رو هم باید یاد داشته باشید، بدونید. و این مباحث کلی هستش که امروز صحبت میشه و جزئیاتش رو تو کلاس‌های آینده خواهیم دید. موضوع بعدی طبقه بندی مشتری. مشتریاتون رو طبقه بندی کنید، داخلی ها و خارجی ها، چون نحوه گفتمانشون متفاوته، زیرساختی که برای اونها استفاده میشه متفاوته. سعی کنید اصول برندسازی، اصول مذاکرات داخلی و خارجی رو کامل یاد بگیرید. این آموزش ها تو سایت و تو آپارات وجود داره. میتونید چندین بار اینا رو گوش کنید که اشراف کامل به موضوع داشته باشید. در مورد شیوه انتقال کالا، حمل و نقل که بعد از فروش حالا انجام شده لازمه، اینها رو باید کامل بدونید. ما روش های مختلفی داریم برای بحث صادرات، هوایی، ریلی، زمینی. باید بدونید کدوم روش به صرفه تره که اون رو استفاده کنید. زمان شما خیلی خوب میتونید بفروشید که بتونید
تمام این سوالایی که مشتری تو این حوزه ازتون انجام میشه درست مثل یه مشاور بهش بدید. هرگاه شما بتونید مثل یه مشاور خوب تو کسب و کارتون باشید، اونجاست که میتونید بهترین فروش ها رو داشته باشید. الان میگید من نه اینجوری نیستم، صفرم. خب ما همین رو میدونیم، میدونیم شما الان در این حد اعلایی که مد نظر هست نیستید، ولی شما میتونید گام به گام جلو برید. الان صفرید، یک ماه دیگه رتبتون میشه 10، 6 ماه دیگه میشید 50، آخر سال شما یه تاجر موفق میشید. باید صبور باشید، باید اصول تجارت رو یاد بگیرید تا موفقیت شما هم حتمی بشه و این اتفاقی که برای بقیه افتاده و موفق شدن برای شما هم پیش بیاد. موضوع مدیریت ارتباط با مشتریه یا همون CRM خودم. بحث CRM یه بحث خیلی مهمیه و میخوام سر این موضوع یه جلسه مختص CRM صحبت کنم. مشتریامون گفتیم از روش‌های مختلفی با ما آشنا میشن، از طریق سایت، شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های مجازی یا حضوری. خیلی هم از طریق رابطه میان. مشتری که از طریق رابطه میان یعنی چی؟ یعنی مشتری قبلا از من خرید کرده، دوستش، همکارش قصد خرید داره، منو بهش پیشنهاد میده و اون موقع میاد و با من ارتباط میگیره و خریدش رو از من انجام. این مدل رابطه‌ای خیلی برندسازی و اعتمادسازی براش سخت نیست. توی این بحث رابطه‌ای فروش خیلی خوبه، خیلی بالاه. ما باید شیوه‌های مختلف رو بشناسیم. مشتری از کدوم درگاه میاد اینو بشناسیم. نوع ارتباطش متفاوته. همه رو با یک نوع گفتمان و یک نوع ارتباط نمیتونیم جوابگو باشیم. باید بر اساس روشی که ارتباط گرفته، روشی که آشنا شده باهاش ارتباط بگیریم. گفتم این موضوع موضوعیه که توی جلسه به صورت اختصاصی باید در موردش صحبت بشه، چون بیس مطالبش زیاد. خب این موضوعاتی بود که به صورت کلی من سعی کردم در موردش با شما صحبت بکنم و توضیح بدم. الان توی موضوعاتی که صحبت کردم چت باکس رو باز می‌کنم، می‌تونید سوالاتتون رو توی این حوزه از من داشته باشید. صدای من رو که داشتی؟ اسلاید قبلی این مدیریت ارتباط با مشتری. در مورد اکسل آیدی باید مطرح کنم دیگه، موضوعات رو مطرح کنم باشه چکر ببینیم این موضوعات رو برنامه اجازه میده براتون در مورد آموزشش کلاس بزنم. خب امیدوارم که اطلاعات امروز مثبت ثمر باشه، حداقل یه تلنگوری باشه، حداقل اینکه بتونید یه هدفی رو مشخص کنید و بدونید برای وقت گذاشتن باید زیر ساختاشون هم انجام بدید، تواناییتون هم نشون بدید. چجوری با مشتری قدیمیتون ارتباط بگیرید؟ مشتری قدیمیه دیگه، ارتباط گرفتنش رو که بلده دیگه، باهای ارتباطی وجود داشته. مشتری قدیمی که شما رو میشناسه، دغدغه‌ای ندارید. حالا مشتری قدیمی راه ارتباطیش چجوری بوده؟ با تلفن تماس میگرفتید، واتساپ پیام میدادید، روش قدیمیش همونه. مشتری جدیده که میخواید خودش رو بهش ارتباط بگیرید، با مشتری قدیمی بگید که ببینید آپشناتون عوض شده، من این محصول اضافه کردم، این کالا اضافه شده، این شرایط قیمت رو میذارم، این آپشن رو برای مشتری قدیمی میارم. آی وفایی با این عنوان ها که خانم رسولی که شما مشتری من هستید، به خاطر این ارتباطات قدیمی که با من دارید، من این آپشن ها رو میتونم برای شما داشته باشم، این شرایط ویژه رو برای شما اندام داشته باشم، الان آف دارم، این خرید و قیمت های مناسبتری دارم. اگر میدونید که مشتری از خرید سابق شما راضی بوده، میتونید اینجوری ارتباط بگیرید. چون مشتری من هستید، چون مشتری قدیمی من هستید، من میتونم با شما این رو انجام بدم. اینا میشه مشتری قدیمی ارتباط گرفتنش خیلی راحت تره تا جدید، چون اونا اعتمادشون رو کردن، خرید داشتن، شما رو میشناسن.
خانم همتی، آره سایتتون لازم باشه ببینید مشاور شما میگه که این مناسب اون سایت تجاری شما هست که سرویس پاسخگویی داشته باشه یا راه ارتباطیش فرمت باشه که فرم پر کنید یا مثلا بحث صادراتی باید ایمیل تجاری، هر محصول شرایط خاص خودش رو داره. ارتباط میگیرید من میخوام بازار داخلی باشم، اگر نیاز باشه میگن آره این سرویس پاسخگویی رو برای خودتون ایجاد کنید، شاید اون محصولشون نیاز به این عنوان به این موقعیت نداشته باشه. پس بستگی داره به محصول، به اون بازار هدفی که دارید، این متفاوت میکنه که نیاز هستش که این سرویس رو داشته باشید یا نه. همون تلفن رو که میذارید کفایت میکنه یا اون فرمتی که برای پر کردن و جذب مشتری هستش همون کافیه. اینها دیگه متفاوته. مشاورتون که ارتباط میگیرید این رو مشخص‌تر برای شما انجام بده. خیلی ممنون که وقت گذاشتید، ممنون که زمان گذاشتید و امیدوارم که مثمر ثمر باشه و استفاده کرده باشید. امیدوارم که ما بقیه روزتون خوب پیش بره و توی کار و تجارتتون هم تک تک شما بزرگوارا موفق باشید. خسته هم نباشید. خدا نگهدار.